اگه از فضای بازی‌های مثل بلادبورن، ومپیر یا بایوشاک خوشتون میاد، یا از طراحی کاراکتر بازی سیل رایزینگ، یا از سیستم مبارزات بازی سکیرو و کلاً سبک بازی‌های سولزبورن، بدون شک با بازی لایز آف پی هم به خوبی ارتباط برقرار می‌کنین. تقریباً 3 ماه تو عرضه بازی مونده و قاعدتاً هنوز از تمام جزئیات داستانی بازی با خبر نیستیم، اما دموی پروپیمون و مفصل بازی تونست حد زیادی ما رو با مقدمات داستان و دنیای بازی آشنا کنه. من تقریبا 20 ساعت دموی بازی رو تجربه کردم، وجب به وجب بازی رو گشتم و بررسی کردم، اونقدی که حتی توی یکی از متن‌ها غلط املایی پیدا کردم. توی این ویدیو قراره تمام چیزهایی که فهمیدم رو به شما هم بگم. داستان بازی توی شهری به اسم کرات اتفاق میفته. شهر کرات یک شهر خیالیه در فرانسه که با الهام از دوران بلپوک اروپا ساخته شده. بلپوک به دوران بزم و خوشی و زیباجویی در اروپا، خصوصا در پاریس، قبل از جنگ جهانی اول گفته میشه، یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی. داستان بازی در قرن 19 میلادی رخ میده و کرات موقع شروع بازی تبدیل شده به شهری فرو ریخته و عاری از هر گونه امید و رفاه، پر از وحشت و همزمان پر از زیبایی. کرات به شهر فردا معروفه و از لحاظ تکنولوژی از تمام دنیا چند قدمی جلوتره، به لطف سنگی به اسم ارگو. این سنگ معجزه‌آسا که فقط و فقط توی کرات پیدا میشه، سالیان سال ثروت و پیشرفت چشمگیری رو به کرات آورده و دوران طلایی کرات رو رقم زده، اما در کنارش نفرین وحشتناک کرات هم محسوب میشه. قبل از اینکه بیشتر راجع به عوارض ارگو حرف بزنیم، بیایید بپردازیم به کشمکش قدرت در کرات. اگه قدرت در کرات رو یک مثلث در نظر بگیریم، 3 ضلع این مثلث رو خانواده‌های قدیم، کارگاه و کیمیاگران تشکیل میدن. خانواده‌های قدیم از قدیم الایام هر کدوم کنترل یکی از محله‌های کرات رو به عهده داشتن و مراقبت از اون محله و به صورت کلی خود کرات وظیفه اونا بوده. با پیشرفت و توسعه کرات، قدرت این خانواده‌ها به مرور زمان کمتر شده و این باعث شده تا بین اونا و عوامل عصر طلایی کرات، یعنی کارگاه و کیمیاگران، درگیری و دشمنی ایجاد شه. کیمیاگران که به اونها کیمیاگران جزیره هم گفته میشه، دکترا و دانشمندا و مهندسین ممتاز این نسل هستن که به هر قیمتی که شده دنبال کسب دانش و رسیدن به حقیقتن. رهبری کیمیاگران رو فردی به اسم ولنتینس به عهده داره. وقتی سنگ ارگو در کرات کشف شد، کیمیاگران بودن که با تحقیق روی اون پیشرفت چشمگیر کرات رو رقم زدن. اونا به طور غریزی پتانسیل شگفت‌انگیز این سنگ رو درک کردن و از مناطق مختلف متخصصینی رو جمع کردن تا روی این سنگ کار کنن. از قضا ژپتوی نابغه داستان هم یکی از همین متخصصین بود. برای پی بردن به عمق تأثیر و اهمیت کیمیاگران در کرات، کافیه به پلی به همین اسم نگاه کنیم. The Alchemist Bridge یا پل کیمیاگر که در مسیر ساختمان شهرداری کرات ساخته شده. روی این پل بارها نماد کیمیاگران اوروبوروس مقدس حکاکی شده. اوروبوروس یا دمبخوار نمادی باستانی از مار یا اژدهایی که دمش رو میخوره. این نماد نشان دهنده چرخه ابدی تناسخ یا ابدیت و به طور گسترده در نمادهای کیمیاگری به کار گرفته میشه. این نماد همچنین روی ساختمان شهرداری کرات هم حکاکی شده. علاوه بر این، بزرگترین مکان توریستی کرات، یعنی خیابون روزا ایزابل، اسمش از بانو ایزابل موناد، همسر رهبر کیمیاگران آقای ولنتینوس گرفته شده. ولنتینوسی که خودش مجسمش به چه بزرگی دم در ورودی شهره. همه اینا نشون میده کیمیاگران فقط قدرتمند و مرفه نیستن، بلکه پول هنگفتی رو خرج این شهر کردن و یه جورایی میشه گفت صاحب شهرن. و در نهایت ضلع سوم قدرت در کرات، ورکشاپ یا کارگاه. اتحادیه کارگاه صاحب تمام تکنولوژی مرتبط با عروسک‌های خودکار در کراته. این کارگاه دو تا عضو کلیدی داره، ژپتو و ونینی. ژپتو علاوه بر اینکه رئیس این کارگاهه، یک صنعتکار نابغه هم هست که کرات بخش زیادی از پیشرفتش رو در زمینه تکنولوژی مدیون اونه. تمام فناوری عروسکی در کرات زیر دست ژپتو شکل گرفته. ژپتو طراحی میکنه و از اون طرف کارخونه ونینی ورکس که صاحبش خود ونینیه، مسئولیت تولید عروسک‌ها رو به عهده داره. عروسک‌هایی که قدرت خاصشون رو از سنگ ارگو میگیرن. البته این کارخونه علاوه بر تولید
عروسک های خودکار ماشین ها و ابزارهای مختلفی مثل تلفن و واگن برقی رو هم می سازه. برای محافظت از این سزل قدرت کرات یه گروه مسلح شکل گرفته به اسم The Stalkers. معنی استاکر میشه مزاحم یا کسی که مخفیانه شکار میکنه. استاکرها وظیفه‌شون محافظت از قشرهای مرفه کراته. دو گروه استاکر داریم. یه گروه اسمشون The Bastards و گروه بعدی هم اسمشون The Sweepers. بستردها یا حرومزاده ها از خانواده های اشرافی میان و با کارگاه و کیمیاگرا تیم شدن. دلیلش هم اینه که قبل از دوران طلایی و پیشرفت سریع کرات اونا نتونستن جایگاه خودشون رو پیدا کنن و عضوی از خانواده های قدیم باشن. حالا تصمیم گرفتن برای آینده بهتر به این دو ضلع در حال پیشرفت ملحق شن و از اونا دفاع کنن. شعارشون هم اینه که یا شرافت یا هیچی. از اون طرف سویپرها یا جاروکش‌ها که از دل کوچه پس کوچه‌های کرات اومدن بیرون تصمیم گرفتن به خانواده‌های قدیم ملحق شن. چرا؟ چون رونق و رفاه دوران طلایی کرات شامل حال اونا نشده و اونا مثل خانواده‌های قدیم به حسادت رو آوردن. شعارشون هم اینه که ما همیشه حق رو به حقدار می‌رسونیم. همینطور که قطعا خودتون حدس میزنین دو تا نهاد این سازمان شدیداً با هم دشمنن و ظاهراً بعد از جنون عروسک ها چیز زیادی ازشون باقی نمونده و اکثرا توسط عروسک ها قتل عام شدن. اول بازی وقتی کلاسمون رو انتخاب میکنیم ما سه تا انتخاب داریم. یا راه سویپرها رو بریم و کلاس متمرکز روی استرینگث رو انتخاب کنیم، یا راه بسترت ها رو بریم و کلاس متمرکز روی دکستریتی رو انتخاب کنیم، یا اینکه راه جیرجیرک رو پیش بگیریم و کلاسمون بالانس باشه. اینکه منظور از راه جیرجیرک چیه هنوز معلوم نیست، اما ظاهرا در گذشته یک استاد استاکری بوده که به عنوان یک استاکر افسانه‌ای شناخته شده بوده و از قضا نه سویپر بوده و نه بستر و مسیر خودش رو رفته. فعلا راجع به این بانوی لایق اطلاعات بیشتری در دست نیست. حالا بیایید بپردازیم به شروع داستان لایز آف بی و جزئیات مهم داستانی. بازی با تصویر پروانه آبی رنگ شروع میشه که میره داخل سینه پینوکیو و اون رو بیدار میکنه. صدایی میشنویم که میگه خیلی وقتی که دنبال پینوکیو میگرده و به کمکش احتیاج داره. صدایی که میشنویم صدای یه خانم متشخصه که توی بازی اسمش سوفیاست، اما خب ظاهرا همون بلوفری یا پری آبی داستان کلاسیک پینوکیوه. میره توی قلب پینوکیو، از این طریق باهاش ارتباط برقرار میکنه و اون رو مأمور میکنه تا خودش رو به هتل کرات برسونه. همون اول ماجرا جیمینی رو هم آزاد میکنیم. جیمینی همون جیرجیرک سخنگوی داستان پینوکیوه. طبق باور عامیانه مردم کرات، جیرجیرک‌ها اغلب نقش راهنما رو دارن. به همین دلیل یه سری لامپ‌ها رو ساختن و توش عروسک خودکار جیرجیرک‌ها رو گذاشتن تا هم روشنایی ایجاد کنن، هم صاحبشون رو راهنمایی کنن. به این لامپ‌ها میگن لامپ مونات. احتمالاً این اسم رو از روی ایزابل مونات، اسپانسر فرهنگی کرات و همسر ولنتینوس، رهبر کیمیاگران گذاشتن. جیمینی هم یکی از همین جیجرک‌هاست، اما ظاهراً با بقیه جیجرک‌ها فرق می‌کنه و رفتارش یه جورایی منحصر به فرده. اون دوست سوفیاست و اینطور که پیداست حافظه‌اش رو از دست داده. اول بازی هم کلاً خرابه، اما وقتی به مرور زمان خودش خود به خود تعمیر میشه، چیزی که واضحه اینه که جیمینی برخلاف خصوصیات طبیعی یک عروسک احساساتی انسانگونه داره و خیلی راحت و آزادانه اونا رو ابراز میکنه. قطعاً چون پینوکیو شناخت زیادی از دنیای انسانها و کرات نداره، طی داستان بازی جیمینی میتونه در نقش یک راهنما شدیداً مفید واقع بشه و به درک دنیای بازی کمک کنه. توی کتاب ماجراهای پینوکیو نوشته کارلو کلودی، جیجرک سخنگویی هست که همون اوایل داستان پینوکیو اونو میکشه و در ادامه چند باری به عنوان روح ظاهر میشه و به پینوکیو کمک میکنه. اما توی اقتباس دیزنی از پینوکیو، جیجرک سخنگو تبدیل میشه به جیمینی جیرجیرک و اونجا به درخواست پریابی پینوکیو رو همراهی میکنه و یه جورای حکم وجدان و راهنمای پینوکیو رو داره. جیمینی بازی لایز آف پی بیشتر به جیرجیرک کارتون شباهت داره تا جیرجیرک کتاب. اینطور که سوفیا میگه به نظر میاد جیمینی رو هم یکی دزدیده و به این قطار آورده. به راهمون ادامه میدیم، سلاح برمیداریم، کلاسمون رو انتخاب میکنیم و از قطار خارج میشیم. خیلی سریع با جنون عروسک ها روبرو میشیم. اسم قطاری که توش بودیم هم بلوفریه و فعلا به نظر میاد که فقط این یه ایستر اگه و اشاره داره به داستان اصلی پینوکیو و همون پری آبی. باقی قطارهای ایستگاه مرکزی کرات کنسل شدن و قطار پری آبی هم آخرین مقصدش همینجاست.
جلوتر میفهمیم قرار بوده نمایشگاه بزرگ و مجللی توی کرات برگزار شه تا پیشرفت و رفاه کرات رو به رخ دنیا بکشه، که خب با دیدن وضعیت ایستگاه میشه فهمید که این نمایشگاه اجرا نشده. بنرهای مرتبط با قطار پرسرعت کرات رو میشه اطراف ایستگاه دید. ماجرای این بنرها اینه که وقتی لوکوموتیوی که توی کرات ساخته شده بود رکورد سرعت جهانی رو میزنه، خیلی سریع تبدیل میشه به سمبل شهر کرات. خیلی زود خیلی از قطارها رو با این مدل جدید جایگزین میکنن و این اتفاق به دوران رقابت لوکوموتیف ها پایان میده. یه خورده جلوتر دوباره با عروسک ها درگیر میشیم. عروسک ها لباس خدمه ایستگاه رو به تن دارن، یا نگهبانن، یا پلیس، یا بلیط فروش. همه جا پر شده از ساک و چمدون و خون و جنازه انسانهایی که سعی داشتن از طریق ایستگاه قطار از این وضعیت فرار کنند. اما عروسک هایی که توی شرایط عادی قرار بوده کمک دستشون باشن، اونا رو به قتل رسوندن. از ایستگاه خارج میشیم و اولین چیزی که نظرمون رو جلب میکنه تابلوی خوشامدگویی به کراته. جلوتر با اولین استارگیزر روبرو میشیم. استارگیزرها جدا از اینکه حکم چک پوینت های بازی رو دارن، یه بعد داستانی خیلی مهمی هم دارن که در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. یه خورده جلوتر مجسمه ولنتینوس رو میبینیم، رهبر کیمیاگران. یه روزنامه پیدا میکنیم که راجع به وقایع اخیر به ما یه خورده اطلاعات میده. اینطور که پیداست عروسک ها دیوانه شدن و پروتکلی به اسم گراند کاوننت به معنی تعهد بزرگ که قرار بود اونا رو کنترل کنه ظاهرا از کار افتاده. کارگاه و کارخونه ونینی دارن برای کمک به مردم و بهبود وضعیت خدماتی رو ارائه میدن. این وسط یه بیماری قدیمی به اسم پتریفیکیشن دیزیز هم دوباره برگشته و شیوع پیدا کرده. طبق نوشته های روزنامه و صدای رادیویی که جلوتر میشنویم به نظر میاد مسئولین تمام تلاششون رو کردن تا شرایط رو تحت کنترل نشون بدن و مردم رو آروم کنن و توی خونه هاشون نگه دارن، اما متاسفانه یه تعداد زیادی از مردم سعی کردن فرار کنن و توی راه تومه عروسک ها شدن. جلوتر با دکور و دم و دستگاه یه سیرک و نمایش عروسکی روبرو میشیم به مناسبت نمایشگاه بزرگ کرات. سوفیا راجب عروسک سیرک بهمون اخطار میده و میگه اون عروسک خطرناکیه. فروشنده سرگردون هم میگه سازمان استاکرها کلن اصلا پاشیده و چیزی جز چند تا آماتور و الکی مدعی ازشون باقی نمونده. خلاصه با رئیس سیرک که یک عروسک غولپیکر و قوی هیکله و برای نمایشگاه مجلل کرات ساخته شده روبرو میشیم و شکستش میدیم و میریم به سمت هتل کرات. اما برای ورود به هتل باید قانون چهارم تعهد بزرگ رو زیر پا بذاریم و دروغ بگیم. باید به دروغ بگیم که ما انسانیم، چون عروسک ها حق ورود به هتل رو ندارن. دروغ میگیم و وارد هتل میشیم. سوفیا یا همون پری آبی رو برای اولین بار میبینیم. اون به ما میگه جواب سوالات ما پیش خود ژپتوست، و ژپتو هم آخرین بار توی بلوار الیسین، یکی از خطرناکترین مناطق شهر دیده شده. داخل هتل چند تا کاراکتر و نکات مهم دیگه هم هست که جلوتر بهشون میپردازیم. میریم سراغ ژپتو و روی پل کیمیاگر با خر دیوانه روبرو میشیم که از دست ژپتو شدیداً شاکیه. خر رو میکشیم و ژپتو رو نجات میدیم. ژپتو بعد از دیدن پینوکیو زیرپوستی ذوق میکنه و به ما یه ماموریت جدید میده که بریم به ساختمون شهرداری و دخل عروسک‌های اونجا رو بیاریم. این کار رو انجام میدیم، با باس ماجرا هم میجنگیم و برمیگردیم هتل کرات. در نهایت دوباره با ژپتو صحبت میکنیم و اون ما رو مأمور میکنه تا به کارخونه عروسک سازی ونینی بریم و ونینی مخترع رو اونجا از بین چندین و چند عروسک خونخوار نجات بدیم. بعد هم دمو تموم میشه. این از کلیات ماجرا عزیزان. حالا بیایید بپردازیم به جزئیات داستان و اصل این ویدیو. توی جامعه پولدارها و گردن کلفتای کرات، لورنزینی ونینی پادشاه اونا حساب میشه. یه مخترع نابغه که بدون شک پولدارترین مرد کراته. عاشق اسرافه و به خودشیفتگی و اخلاقیات عجیبش معروفه. هر جای شهر رو نگاه میکنیم پوستر اون رو میبینیم که نوشته شما میتونید ونینی بعدی باشید، یا شما آینده کراتید. به نظر میاد پیشرفت کرات و مردمش براش خیلی مهمه. توی فیلم ماجراجویی های پینوکیو و دنباله اش، انتگونیست اصلی داستان فردی بود به اسم لورنزینی که میخواست پینوکیو رو از ژپتو بدزده و مال خودش کنه. همچنین لورنزینی قطعا اشاره‌ای داره به نام خانوادگی اصلی خالق پینوکیو، کارلو لورنزینی، که بیشتر با اسم کارلو کلودی شناخته شده. ارگو یک سنگ مرموزه که علاوه بر اینکه منبع قدرته و برای ساخت عروسک‌های خودکار و پیشرفت تکنولوژی کرات استفاده میشه، واحد پول کرات هم به حساب میاد، که خب البته تنها واحد پول این شهر نیست.
روی یکی از پوسترهای شهر نوشته همیشه ارگوی خود را بررسی کنید و از کیفیتش مطمئن شوید. انگار که برخورد با ارگوی جعلی هم توی شهر یه جورایی رایج بوده. این سنگ معجزه‌آسا که فقط و فقط توی کرات پیدا میشه، سالیان سال ثروت و پیشرفت چشمگیر رو به کرات آورد و در کنارش یک نفرین وحشتناک. ظاهراً حین استخراج این سنگ، گرده‌هایی پخش میشه که باعث شیوع یک بیماری کشنده به اسم پتریفیکیشن دیزیز یا بیماری سنگ شدگی هست. به نظر میاد برای این بیماری درمانی نیست و هر کس بهش مبتلا شه قرنطینه میشه تا به صورت تدریجی بمیره. روند بیماری همینطوری که پوست فرد شروع میکنه به خارش و کم کم کنده میشه و از زیرش آروم آروم بدن فرد تبدیل به سنگی آبی رنگ میشه. خون فرد، بدنش و کلن مرگش همه رنگ سنگ ارگو رو به خودشون میگیرن. برای اینکه تکنولوژی ساخت عروسک‌های خودکار لو نره، کرات قوانین سرسختی برای شهروندانش در نظر گرفته و وقتی این بیماری سنگ شدگی به سرعت شیوع پیدا می‌کنه، همین قوانین سفت و سخت، همین محدودیت‌ها باعث میشن شهروندان کرات داخل دیوارهای شهر گیر بیفتن و راه فراری نداشته باشن. هتل کرات یکی از ترسناکترین و مرموزترین ساختمان‌های شهره. یه قلعه باستانی بوده توی کرات که توش یه آسایشگاه روانی و مرکز توانبخشی بوده و ظاهراً اونجا روح داشته. روح یک شوالیه نفرین شده. بعد از اینکه آنتونیا میاد اونجا رو می‌خره، یه پروسه نوسازی سنگین روش پیاده میشه و تبدیل میشه به هتل کراتی که امروز می‌شناسیم. اینطور که میگن فردی که اون رو ساخته یک اشراف زاده بوده که بعد از اینکه یک درخت درخشان حقایقی رو براش آشکار میکنه، خودش رو وقف قوانین ماورا طبیعه میکنه. یه زمانی هم به عنوان یک آسایشگاه روانی استفاده میشده و ظاهرا مریض های اونجا طبق گفته خودشون یه سری توهمات عجیب و غریبی رو تجربه کردن، اما خب هیچ مدرکی از اون موقع نمونده چون همه شواهد و مدارک توی یک آتش سوزی بزرگ از بین رفتن. از یه طرف هم چون عمق ساختمون زیاده، شایع شده که از طریق زیرزمین این ساختمون به جهنمی نامعلوم وصله. خلاصه که این شایعات باعث شده تا خیلی ها که برای دیدن نمایشگاه مجلل و بزرگ کرات به اینجا اومده بودن، این هتل رو برای اقامتشون انتخاب کنن. اگه ونینی شاه جامعه پولدارهای کرات باشه که هست، آنتونیا به عنوان صاحب هتل کرات قطعاً ملکه همون جمعه. این خانم به خاطر زیباییش مشهوره، هرچند که اخیراً به پتریفیکیشن دیزیز یا بیماری سنگ شدگی مبتلا شده و آخرای عمرش و از اوج زیباییش خیلی فاصله داره. احتمالاً ونینی و آنتونیا یا با هم زن و شوهرن یا حداقل دوستای خیلی نزدیک هستن. ژپتو هم یکی از دوستای قدیمی آنتونیاست. متخصص کارگاه یوجنی نه خانواده‌ای داره و نه چیزی از گذشتش یادش میاد. اون دو تا چیز خیلی براش مهمه. یک، سلاح ساختن و دو، یک استاکری که حین سانحه سقوط برج کارگاه جون اون رو نجات داده. اینکه این استاکر کی بوده و ماجرای این سانحه چی بوده رو هنوز نمیدونیم. ستاره نگر یا استارگیزر ابزاری بود برای زنده موندن که با جمع کردن گرده های سنگ ارگو میتونست مکان های امنی رو بسازه. استاکرها با بکارگیری این ابزار و اضافه کردن یه سری قابلیت ها بهش تونستن از اون یک پایگاه کوچیک برای ادامه بقا درست کنن. بزرگترین ستاره نگر رو داخل هتل کرات ساختن، صرفا برای اینکه ببینن اندازه یک ستاره نگر تا چه حد میتونه بزرگ باشه. اما خب از وقتی که آنتونیا هتل رو خریده، همون وسط داره خاک میخوره و گرد ارگو جمع میکنه. تعهد بزرگ مجموعی از قوانین و مقررات مطلقی هستن که موقع ساخت عروسک ها روشون حکاکی میشن تا اونا رو مجبور کنن به انسان ها خدمت کنن و از اونا اطاعت کنن. قانون اول، تمام عروسک ها باید از فرمان خالقشون اطاعت کنن. قانون دوم، یک عروسک اجازه صدمه زدن به انسان ها رو نداره. قانون سوم، وظیفه یک عروسک محافظت و خدمت به شهر کرات و انسان هاست. و قانون چهارم، قانون آخر، یک عروسک نمیتونه دروغ بگه.
حین دموی بازی پینوکیو دوبار این قوانین رو زیر پا میذاره. اولین بار وقتی برای ورود به هتل کرات دروغ میگه و دومین بار هم وقتی که خر دیوانه رو میکشه. جالبه بدونید که جدا از خود پینوکیو و این جنون عروسک ها توی کرات چند تا عروسک هستن که خودشون رو از شر تعهد بزرگ خلاص کردن و طبق اراده و اختیار خودشون عمل میکنن. اینکه این عروسک ها کیان چیان کجان رو فعلا نمیدونیم عزیزان. قبل از رسیدن به پل کیمیاگر یه محله مسکونی کوچیک داریم که شده منطقه قرنطینه افرادی که به پتریفیکیشن دیزیز مبتلا شدن. اونجا میتونیم با یک زن گریان از پشت پنجره صحبت کنیم که به ما یک سایت کوست میده، یک مأموریت فرعی به ما میده. این زن شدیداً بیمار که چیز زیادی از عمرش باقی نمونده و رشد پولک‌های سنگی داره به چشماش هم میرسه، به ما میگه خانواده‌اش نوزادش رو ازش گرفتن و از اون میخواد نوزادش رو نجات بدیم و تحویلش بدیم. اگه این مأموریت رو قبول کنیم، جلوتر وقتی نوزاد رو پیدا میکنیم میفهمیم که این نوزاد در واقع یک عروسکه که معمولاً بچه پولدارها باهاش بازی میکنن. و نکته جالبتر ماجرا اینجاست که موقع تحویل نوزاد یا همون عروسک، خانم گریان ازمون میپرسه که بچهش بامزه است یا نه، و ما اینجا دو تا گزینه داریم: یا بگیم آره بامزه است، یا بگیم اون یه عروسکه. اگه بگیم نوزادت بامزه است، ازمون تشکر میکنه و دو تا آیتم میده بهمون که یکیش یک نوار به اسم احساس کن، که اگه این نوار رو توی گرامافون هتل کرات بذاریم و موسیقی رو کامل گوش بدیم، دقت کنید کامل گوش بدیم، یه پیامی میاد روی صفحه که نوشته فنرهای تو دارن واکنش نشون میدن. توی دمو دوباره دیگه همین پیام به ما نشون داده میشه. اولین بار وقتی که برای ورود به هتل کرات به دروغ میگیم که ما انسانیم، و بعد وقتی جلوی آنتونیا لباسی که بهمون میده رو میپوشیم و جسچر شوآف رو میزنیم، یعنی به اون لباس جلوش شوآف میکنیم. در واقع هر وقت که توی بازی از ما رفتاری انسانگونه سر بزنه، رفتاری که از احساسات انسانی نشأت میگیره، فنرهای ما تحت تأثیر قرار میگیرن و ما چیزی به اسم Human Points، امتیازات انسانی، دریافت میکنیم. و این ماجرا روی پایانی که تجربه میکنیم، پایانی که توی بازی به دست میاریم، تأثیر میذاره. جالبه بدونید که اگه به خانم گریان حقیقت رو بگید و گزینه اون یک عروسکه رو انتخاب کنید، اون جا میخوره و میگه خانواده‌ام ازت خواستن دروغ بگی، این کار رو نکن، چون این جاده به هیچی جز غم و قصه ختم نمیشه، من یکی دیگه اینو میدونم. و به نظر من این یه جور فورشادوینگ حساب میشه و بازی داره غیر مستقیم به همون اوایل بازی میگه اگه توی این بازی مسیر دروغگویی رو پیش بگیریم، پایان غم انگیزی نصیبمون میشه. یه گروه دیگه هم توی بازی هست به اسم برادری خرگوش سیاه که جیمینی توی دمو مختصر اونا رو بهمون معرفی میکنه. فعلا چیز زیادی ازشون نمیدونیم، اما خب توی یکی از تریلرها یه کوچولو اونا رو بهمون نشون دادن و ظاهرا این افراد با دروغگوها مشکل دارن و اگه اینطور باشه قطعا دیر یا زود باهاشون روبرو میشیم. خر دیوانه در واقع یک انسانه که کلاه یک الاغ و لباس شکار به تن کرده و شدیداً از دست ژپتو و کیمیاگران به خاطر جنون عروسکا شاکیه. اون به بیماری لاعلاجی مبتلاست و به همین خاطر از عروسکا و بیماری سنگ شدن ترسی نداره. فقط کورکورانه با لجبازی به دنبال حقیقته و در نهایت به دست پینوکیو کشته میشه. تو قسمت توضیحات لباسش نوشته اون فقط میخواست حقیقت رو بدونه، دلیل خونریزی همکارانش رو بدونه. و اول که باهاش روبرو میشیم، دم در کالسکه ژپتو وایساده و داره فریاد میزنه و این وضعیت وحشتناک رو زیر سر نقشه های ژپتو و کیمیاگرا میبینه. با این اوصاف میشه نتیجه گرفت که خر دیوانه در واقع یکی از آخرین بازمانده های گروه بسترت ها بوده. احتمالا وجود این کاراکتر اشاره ای هم داره به خرهای داستان پینوکیو و سرزمین عروسک ها. ونینی عزیز ما با جاه طلبی های همیشگیش میخواسته یه پلیس غولپیکر مهربون بسازه که هم بشه نماد نیروهای پلیس و واسه خلافکارها قد علم کنه، همین که یه دوست قابل اعتماد باشه برای شهروندان کرات. نیتش ظاهرا خیر بوده، اما خب زیاده روی میکنه و بازی های عروسک رو بیش از حد و گنجایش عروسک شارژ میکنه. این باعث میشه تا یه سری انفجارهای زنجیره‌ای بدنه عروسک شدیداً آسیب ببینه.
شهرداری میگه از اونجایی که دیگه ظاهر این عروسک واسه ارباب رجوع ترسناکه و تهدید آمیزه، ترجیحاً بندازیدش دور. اما ونینی و مالیات پردازان کرات اعتراض میکنن و میگن خیلی هم خوبه که. خلاصه عروسک رو میندازن پشت ساختمون شهرداری تا به این شکایت درست حسابی رسیدگی شه. و از قضا نکته جالب ماجرا هم اینه که وقتی کسی حواسش نیست، این عروسک یه سری از وظایف پلیسیش رو انجام میده و کم کم بین بچه‌ها خیلی محبوب میشه و بهشون واکنش‌های مناسبی نشون میده. اما یه مدت بعد چون بچه‌های مناطق فقیرنشین هم برای دیدنش میومدن، شهرداری تصمیم میگیره نمایش این عروسک رو محدود کنه. خلاصه بعد که عروسک وحشی میشن، این عزیز دل هم قلاده میکنه و میشه باس فایت بازی. نظر من رو بخواید ژپتو شدیداً مشکوکه. بار اول اون رو وقتی میبینیم که پینوکیو برای اولین بار یک انسان رو به قتل رسونده و مات و مبهوت خیره شده به خون روی دستش. قاعدتاً یک انسان طبیعی و درستکار باید بعد از دیدن این صحنه شوکه شه یا حداقل نسبت بهش واکنشی نشون بده، نگران شه. اما ژپتو با نگاهی مرموز نیشخندی میزنه و وانمود میکنه که از دیدن پسرش خوشحاله. اما خب پدری که از دیدن پسرش خوشحاله اون رو بغل میکنه، حالش رو میپرسه، دو دقیقه نگاش میکنه. حالا درسته که پینوکیو عروسکه، ولی بازم اگه ادعای پدر و پسری هست، نباید واکنش طرف انقدر خشک و بیروح باشه. ژپتو خیلی سریع میره سر اصل مطلب و میگه من مسئول این وضعیتم چون خالق عروسک هام و مردم حق دارن از من بدشون بیاد. خب اگه حق دارن پس چرا به بچت نگفتی خره رو نکشه؟ چرا؟ میگه من باید مسئولیت ماجرا رو گردن بگیرم، ولی برای انجام این کار باید ترتیب عروسکای توی ساختمون شهرداری رو بدم. تا اینجا عالی، دمش گرم، چقدر مسئولیت پذیر این بشر. بعد یهو میگه خب بیا عزیزم این کلید در، تو برو دخلشون رو بیار، بعدم بیا هتل کرات برام تعریف کن ببینم کجاها بودی چیکارا کردی. خب اگه مسئولیت توئه چرا پینوکیو باید بره؟ بعد از انجام ماموریت بازم توی هتل کرات اول ادای یک پدر نگران رو در میاره، بعد سریع ماموریت دیگه بهمون میده، انگار که پینوکیو براش صرفاً یه ابزاره. در کنار این موضوع اگه توضیحات لباس پینوکیو رو بخونیم، میبینیم که نوشته ژپتو از متریال سفت و سختی برای ساختن این لباس استفاده کرده چون انتظار رخ دادن نادرترین فاجعه ها رو داشته و همه اینا باعث میشه فعلا ژپتو رو به عنوان کاراکتری مرموز و فریبکار ببینم که پینوکیو رو صرفاً به عنوان یک ابزار میبینه. منتظر محتوای بیشتر از این بازی باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره.